این چی رسمه است؟ این چی رسمه است؟ چی وضع است؟ چی نظمه است؟ خدا این چی رسمه است؟ چی وضع است؟ چی رسمه است؟ خدا سبب این همه بدبختی و غم چیست؟ خدا جز خدایان زر و کهنه پرستان پلید هیچ کس زنده در این شب به خدا نیست. خدا هیچ کس زنده در این شب به خدا نیست. خدا بار دیگه بیندای گرامی، تروریستان وحشی ددمنش از خدا بی خبر، سیاه دل دشمنان انسانیت دیشب در ولایت قندهار جنایت آفریدن. فرزندان اصیل ما را که گناه بجز از دفاع از ناومیس ملی خود ندارن، بیرحمانه و وحشیانه و شهادت رسانیدن. واقعا درد است همگانی، درد است که همه در هر کجایی که هستیم باید بگیریم. هر روز در هر گوشه و کنار وطن ما صدها جوان ما، صدها هموطن ما، طفل و جوان و پیر و زن و مرد بیرحمانه جام شهادت می نوشن. هر روز بر جنایت جنایتکاران افزود می شن. جز خدایان زر و کهنه پرستان پلید هیچ کس زنده در این شب به خدا نیست. خدا هر کی در هر گوشه فقط بر مردم بی نوای ما ظلم میکنن، میکشن و وحشت میافرینن. 40 تن از نیروهای اردوی ملی ما در یک حمله طالبان بر یک پایگاه نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار توسط دشمنان جام شهادت نوشیدن. منابع محلی گفتند که طالبان شب گذشته بر یک پایگاه نیروهای اردوی ملی در منطقه گرزعلی در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حمله کردند و این حمله 40 سرباز اردوی ملی ما را جانشان گرفتند. اما به اساس آخرین گزارشات حداقل 40 تن دیگر از سربازان عزیز ما، این فرزندان اصیل وطن ما، این پاره های تن ما ناپدید شدن. یقینا که سرنوشت بهتر از شهدا و همسنگران خود نخواهند داشت. طالبان وحشی و ایوان صفت حملات خود را در 4 گوشه وطن آغاز نموده و در هر گوشه از کشور جنگ زده ما از فرزندان اصیل وطن ما مخصوصا در اردوی ملی و نیروهای امنیتی قربانی میگیرند. و اکنون اشرف غنی بالاخره به این نتیجه رسیده است که پاکستان و طالبان در یک جنگ تمام عیار در برابر دولت افغانستان قرار گرفتند. اما غنی واضح نساخته است تصمیم بعدی او چیست؟ آیا باز هم این ددمنشان تاریخ را مخالفین سیاسی خود میگوید؟ آیا باز هم دستای لرزان خود و سوی آنها دراز میکند؟ آیا هنوز هم دروازه شورای عالی صلح را برای تقویت جانیان از خدا بی خبر و سیاه روی به نام طالب باز نگه میدارد؟ و یا اینکه بابستن شورای صلح فرمان عمومی و قیام در برابر تروریستان را صادر می کند؟ اما
با شناختی که از غنی وجود دارد. از دید مبصرین غنی بلد است در وقت‌های اساس که ملت از غم از ظلم ناراضیان سیاسی و بسطو آمدن با کلمات بازی نماید و ایشگاه مخالفین سیاسی خود را به نام دشمنان واقعی مردم افغانستان خطاب نکند. غنی بارها میگه که من حیث خادم اول وطن، اما بهتر است که اردو داکتر ناتوان بگوین که ماها من حیث دخواین ملی وطن موظف شدیم تا کشور به خاک و خون بکشانیم. وقت توان کار در وجودتان نیست، آیا بهتر نیست امون گفته سابق را که زورت که نمیرسد سنگ به جایش بگذار؟ وقت شما دو داکتر بیمار میبینید که در دوران حکمروایی ناکام و پوسیدی شما ملت به خاک و خون غلطیده است، آیا بهتر نیست که مردان حاضر شوین در مقابل کمره‌های تلویزیون؟ از ملت دیگه وقت نخواهین که بوین برای ما شش ماه وقت بده. در شش ماه وقت بعدی شما هزاران جوان دیگر ما به خاک و خون غلطیده میشه، هزاران خانه دیگه ما ویران میشه، صدها خانه ما بیوه و یتیم میشن. کار عقلانه خود بود که به ملت رجوع کنین و بگوین که ما ناتوان بودیم، فقط خواستیم که مزی چوکی های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی رو بچشیم. آنه بیاین که یک شورای بزرگ از تمام بزرگان جمع کنیم و فرمان قیام عمومی بر ضد شورشیان و تروریستان و طالب و داعش صادر کنیم تا بالاخره ملت تصمیم بگیره و ملت همانند دوره پرافتخار جهاد در برابر این وحشیان قرار بگیره و انتقام خون شهدای خود، انتقام خون فرزندان خود، انتقام خون زن و مرد و پیر وطن خود بگیرن و ملت از شر این وحشیان آرام بسازن. آیا این توان در وجود غنی هست؟ آیا حاضر است که دیگه از این بلند پروازی ها و بلند حرف های بلند بلند گفتن و منم گفتن بگذره؟ درک کنه که وجود نامبارک از او باعث تمام بدبختی ها در کشور ما شده و از ملت کمک بخواهد. ادامه ای حکومت تبایی بیشتر بر مردم ما و خاک ما هست. واقعا بیندای گرامی رنج میبر انسان. این همه انسان وطن ماست که به خاک و خون غلطیده میشن. مگر اینا از خود خانواده و فامیل ندارن؟ اینا انسان نیستن؟ خونی از اینا با دیگه انسانهای کره زمین فرق داره که هر روز جوانان ما به خاک و خون کشیده شود. هر روز جوانان ما که در اردو و نیروهای امنیتی کار میکنن ناجوان مردانه جام شهادت بنوشن. درد است که همه گیر گوشت و پوست و استخوان ما را در میدن و اگر نگوییم از این دردهای وطن بی تفاوتی ما را نشان میدن و یک گناه عظیم است. و اگر بگوییم هم باز هم کسانی هستن که میگن که 24 ساعت از درد و رنج میگن. امروز واقعا کشور ما و کشتارگاه عمومی مردم بیگناه ما مبدل شدن. باید در فکر چاره بود. کسانی میگن که چاره از بیرون نمیشه، اما چاره از بیرون میشه. ماها در بیرون بی تفاوت هستیم. ماها فقط بلد هستیم که حرف بزنیم و وقتی حرف ما تمام شد هر کدام به فکر و زندگی خود شویم. اگر ماها بالاخره دست به دست هم بدیم تفاوت هایی را که دشمنان به وجود آورده و یک تعداد سیاسیون معاملگر و خائن به وجود آورده به نام قوم و زبان منطقه کنار بگذاریم و به نام وطن و ملت خود بار دیگر در هر گوشه ای که هستیم صدای اعتراض بلند کنیم، بالاخره کار به نتیجه میرسن. امروز صادقانه بگیم بینندای گرامی که کشور ما میدان نبرد قدرت هاست. شما در سرویس اخبار میشنوید که
امروز آقای ترامپ میگه که ما معادن افغانستان برای ما بسیار دلچسبتر شدن و بلک واتر میگه که ما اجازه بتین که ما بار دیگه برم امنیت در افغانستان بگیرم. اونا امنیت نمیگیرن. حداقل در 3 سال 4 سال گذشته چه کاری کردن نیروهای خارجی در افغانستان؟ پیمان استراتژیک بسته شد، پیمان امنیتی بسته شد، این هون بسته شد. اما با بستن هر پیمان وضع ما بدتر از دیروز شد و با اصطلاح هر روز از زیر باران بلند میشیم و زیر ناوه قرار میگیریم. خب بیندای گرامی، دعا کنین برای تامین صلح و آرامش در کشور جنگ زده ما. بگذارین هزیکه ما کی هستم و تو کی هستی در آتشی که در داخل کشور ما شعله ور شده است. هم تو می سوزی، هم وطن، هم من می سوزم. در این آتش تفاوت نیست، همه با هم می سوزیم. پس چرا با هم یک جا تصمیم نگیریم؟ با هم یک جا به فکر آینده کشور خود نباشیم؟ با هم یک جا به فکر نجات وطن خود نباشیم؟ طعم جدایی ها را چشیدیم که واقعا تلخ بود. طعم فصل ها را دیدیم که چگونه ما را پارچه پارچه و تکه تکه کرد. چی ضرر ببینیم که بعد این همه سال های دور دراز در هر کجایی که هستیم به وصل کردن بیندشیم، به یک جا بودن بیندشیم، به یک جا اندیشیدن به خاطر وطن و مردم خود بیندشیم. به ادامه توجه کنیم.